این بار بخش دوم گفتگوهای آقای تیمسار سپهبد سید محسن هاشمی نژاد با آقای ولیرضای نصر. در اینجا یه پرسش های ایشون مطرح میکنه، میگه در دهه 1170، البته 1170 منظورش میلادی ها، موقع اشتباه نشه، در مورد گارد شاهنشاهی و نقش مستشاران آمریکایی از ایشون سوال میکنه. البته زمانی که من خودم در گارد رفتم خیلی ما مستشار نداشتیم به هیچ عنوان، اما گاهی از اداره مستشاری، یه بار خود من شاهد بودم، ما داشتیم سرباز تربیت میکردیم برای عملیاتی که در ظفار بود، در عمان بود، علیه کمونیستای یمن، کمونیستای خود عمان و به کمک یمن جنوبی و پشت پرده کمک اتحاد جماهیر شوروی و با وجود مستشاران نظامی کوبا در میون اینا. اون زمان ما حدود یک سال، من یادمه که سه دوره چهار ماهه سرباز وظیفه تربیت میکردیم برای اعزام به عمان در ظفار، و یا آموزش های ویژه‌ای داشتن اینا، هم روزانه هم شبانه، خیلی هم سختگیری میشد در این آموزش ها. خود من فرموده دسته و سرپرست گوران آموزشی بودم اون موقع. یادمه که یه بار در اردوگاه یه عملیات به اصطلاح تسخیر یه تپه رو داشتیم تمرین میدادیم به اینها. رئیس مستشاری آمریکا یه سلشگری بود با یکی از فرماندهان، فکر میکنم با معاون مرکز این آموزش بود، اومد و اتفاقا همون واحد ما هم جلوتر بود، این اولیش هم همون جا اومد و همونجا اومد و پرسید که چیکار میکنید و آموزش چی هست، و ما هم برایش توضیح دادیم. و یادم از من خواست که یه سربازی رو بگم که از اینجا حرکت کنه بره اون تپه رو مثلا با عملیاتش به اصطلاح تاکتیکی، حرکت نظامی، نه همینجوری چوپونوار نه. بعد که تا من اومدم یه سربازی رو انتخاب کنم بین 250 تا سرباز، این سرلشکر آمریکایی خودش یه سربازی رو گفت اون بلند شه بیاد، دست گذاشت روی یه سربازی که از دهات همدون بود و این سرباز اولا بی سواد بود، یعنی سواد نداشت، که ما براش، برای سربازای بی سواد اون موقع کلاس اکابر میذاشتیم، افسر وظیفه یا درجه‌دار وظیفه دوره تدریس میدیدن بی سوادی و اینا رو درس میدادن، اینا سواددار هم میشدن. منتها عیبی که این سرباز داشت و من در جریان بودم، این سرباز زبان فارسی هم بلد نبود، ترکی محلی اطراف همدون صحبت میکرد و من برای اینکه این مشکل پیش اومده بود، برای اینکه اینا آموزش میدیدن، من یه سرباز همشهری خودش، بچه همون دهات رو که 6-7 کلاس سواد داشت، اونو گذاشته بودم که مترجمی اینو بکنه، یعنی درسایی که ما میدادیم این به عنوان مترجم برای اون به ترکی میگفت که اون یاد بگیره. اتفاقا این تعجب من بود که وسط این 250 تا این افسر آمریکایی بیاد جنرال یه سرباز پیدا کنه که نه سواد فارسی داشت نه زبون فارسی بلد بود. و موقعی که اومد بیرون، من تا اومدم توضیح بدم که این سرباز این مشکل رو داره، که یه موقع فکر نکنن، من نگران این بود که مثلا جنراله گفت به این بگو از اینجا بره، یه تفنگم در سربازه بود، من گفتم الان این تفنگره مثل بیل میذاره رو کولش و راه میفته میره سمت اون تپه. خب ما
اصلا آبروی ارتش و گارد و همه چی میرفت. تا اومدم بگم بابا جریانش اینه، سرهنگی که بعدها سرتیپ شد و اونام ناظمی اعدامشم کردن، فرمانده یه تیپی بود در گارد، تیپ از تیپای لشکر گارد شده بود، تیپ آهنین فکر میکنم. به من گفت ساکت، نمیخواد جواب بدی. ولی من یه ترفندی به کار بستم، به معنی اینکه این اومد گفت بهش بگو از اینجا بره اونجا. من مترجمش صدا کردم، بعد گفتم این ترک زبونه، و به اون مترجمش به فارسی گفتم به این بگو که از اینجا حرکت کنه بره بالای اون تپه، و اون هم به ترکی گفت. جنرال آمریکایی خیلی تعجب کرد، گفت چیه جریان؟ گفتیم بابا این ترک زبونه، این با مترجم آموزشاش دیده. خیلی کنجکاو شد که ببینه این چیه جریان، و خیلی صحنه جالب شد. من که گفتم مترجم بهش گفت، من فقط دعا میکردم که این بیل نکنه این تفنگو، ولی این واقعا نمیدونم از رفته بود از این فیلم های چیز دیده بود یا به آموزشی که داده بودیم بهش واقعا خوب یاد گرفته بود. این تفنگش رو گرفت به دستش مثل یه رنجری که توی فیلم های آمریکایی تکاوری که دیده میشه کماندوها، میرفت خودش مینداخت زمین دوباره بلند میشد تا برسه به تپه، و اصلا این جنرال دهنش باز بود که چقدر خوب آموزش دیدن اینا. به هر حال ما مستشار نداشتیم، ولی تیمسار هاشمی نژاد میگه موقعی که فرمانده گارد شد در سال 1962، یک افسر آمریکایی اونجا بود که پس از مدتی اونو عضوش خواستن، چون به قول خودش میگفتش که منی که رفتم خودم آمریکا دوره دیدم، دیگه نیازی نداریم یه افسر بیاد اینجا به من بگه چی کار کن چی کار نکن. بعد در مورد نقش گارد در سرکوب‌های خیابانی میپرسه، چون گفتم یه بار در سال 42 این اتفاق افتاده بود، و از چیزایی که میپرسه اینه که در مورد بیماری شاه یه پرسشی میکنه، هرچند که تیمسار هاشمی نژاد میگه من تا زمانی که اومدم، چون ایشون میگه 17 سال مستقیما با شاه بود، کنار شاه بود، درسته دیگه، میگفت وقتی که من اومدم تا آمریکا رسیدم تازه فهمیدم این شاه بیمار بوده، این بیماری داشته، ولی شاه روزی چند تا قرص میخورد، دارو میخورد که اینا رو دیده بود، میگفت ما فکر میکردیم داروها رو برای مثلا آرامش میخوره، یا اینی که شب مثلا راحت بخوابه، از این حرفا. این بیشتر در این میگه. بخش دومش هم شامل این مسئله است. این هم خیلی جالبه، اینا اطلاعاتیش که همه جا پیدا نمیشه، از همیهنان بینندگان و شنوندگان این برنامه ها میخوام که خیلی دقت کنید. اگرم پرسشی در این زمینه هست، خب در برنامه آینده من پاسخگو خواهم بود. خیلی سپاسگزارم. بعد از اینکه من فرمانده گارد شدم، به علت اینکه البته اون موقع یک ادوایزری داشتیم، ولی بعداً احساس این رو کردیم که دیگه احتیاجی به ادوایزر نداریم، برای که من خودم تحصیلات نظامیم رو بیسیک کورس، ادوانس کورس، کمان جنرال استاف کالج، همه این چیزها رو من اینجا گذرانده بودم. اون افسری که می اومد مثلا میخواست به من ادوایز بده کسی بود که هنوز اون قسمت های پایین بود، بنابراین ضرورتی احساس نکردیم که ادوایزر داشته باشه گارد. اگر احتیاجی بود، نیازی بود، که خب رجوع اصلیه چیزی بود، میرفتن با مستشاری صحبت میکردن. اولین بار تبریز بود. تبریز. برای اینکه هر قسمت نظامی که در یک استانی بود، این یکی از مسئولیتاش مسئولیت تأمین اون محل بود، سکیوریتی اون محل. اینی که اگر چون چیه موقع یک اتفاقی پیش می آمد که قوای انتظامی یعنی پلیس و ژاندارمری نمی توانستن به تنهایی کار رو انجام بدن، اون وقت به فرمانده محل اطلاع می دادن
و فرمانده محل هم با کسب اجازه کمک میکرد به اونها و بعضی مواقع خودش فرماندهی رو بر عهده میگرفت. بله، اصل مطلب همین بود که اصولا اعلی حضرت به طور قطع من میتونم اینو بگم که هرگز میل نداشتن که ارتش به روی مردم تیراندازی بکنه و همیشه این تأکید میشد که تیراندازی نکنن. امفسیز اون در به همین جهت هم خب ارتش تکلیفش رو تقریبا نمیدانست، چون وقتی شما به ارتش یک مأموریتی میدید when you give a mission to the army he has to go there، باید این مأموریت انجام بده و باید برگرد. اما اگر چون چه وسط این مأموریت به این ارتش گفته شد که شما تیراندازی نکنید، اون وقت مأموریت انجام نمیشه و مسئله همین بود که خب ایشان واقعا هیچ شکی ندارم که احساس هیومانیتی و انسانیت فوق‌العاده‌ای در پادشاه، هر چی میخواد بگوید بگوید، ولی این رو من خودم شاهدم که ایشان یک احساس واقعا انسانی به خصوص شهبانو. ولی خب یه مواقعی پیش میاد که انسان به ناچار باید یک تصمیمات شدیدی بگیره برای اداره حکومتی. Did the Imperial Guards ever go into the streets in Tehran? Very seldom. During the revolution was sometimes but من فرمانده گارد نبودم. ولی خب از جهت اینکه فرمانده گارد مأموریت تأمین تهران رو هم داشت، چون گارد تشکیل شده بود از گارد جاویدان که مأموریتش امنیت خانواده سرحد بود، لشکر گارد مأموریتش مأموریت تأمین تهران بود، بنابراین آنها یه همچین مأموریت هم داشتن. ولی من در اینجا باید برای شما بگم که بهترین افراد، بهترین واحد نظامی بود گارد و اگر اینها مأموریت میگرفتن به طور قطع مأموریت انجام میدن. من فرمانده اینا بودم و خودم میدونم که ما با یک تیپ تمام این کارا رو انجام میدیم، منتها در صورتی که به ما امر میشد که فلان مأموریت رو شما دارید برید مأموریت انجام بدید، دیگه هم با ما کاری نداشتن. نمیگفتن که این کار رو نکنید اون کار رو بکنید، میگفتن مثل یه مأموریت نظامی این کار رو مأموریت شماست، برید این کار رو بکنید انجام بدید، به طور قطع میکرد. Must have been very disheartening and destructive for military commanders to be told to go do a mission but to be told they couldn't shoot. یک بار گزارش داده شد که ما سرباز و افسر و درجدار رو میفرسیم به خیابان‌ها و به اینها دستور میدیم که تیراندازی نکنن. افرادی که به اصطلاح بر علیه اینها بودن، بر علیه نظامی ها و اینها بودن، اینها می آمدن و برای تحریک اولا گل می زاشتن سر اسلحه و بعد بعضی هاشون مثلا به سربازا توهین می کردن. بعد سرباز به درجدارش نگاه میکرد، درجدارش به افسرش نگاه میکرد، چکار کنم؟ کار نمیتونستم، دستور ندارم. شما با یه قسمتی که دستور نداره و اسلحه دستشه
چی میتونه بکنه؟ بعضی وقتا افراد در اجدارا سرشونو میکوبیدن، با تفنگ میزدن تو سر خودشون. بارها شد که افسر و در اجدار سرشو کوبید به دیوار، برای که نه مأموریت داشت که انجام بده و از یه طرف هم خودش در مقابل نفر زیر دستش چیکار کنه. Do you think that if His Majesty was not sick, he would have given different orders? من به این صورت جواب میدم که تصور ما از این که اعلی حضرت در این مواقع به این ترتیب عمل میکردند شاید اون یه بیماریشون بود. شاید اگر چون بیمار نبودن مسلماً به یه نحو دیگری عمل میشد. من واقعا خودم دو احساس دارم در اینجا، واقعا اینو باید بگم. این دو احساس من، یه احساس هم نسبت به شخص پادشاه. من 17 سال با پادشاه بودم و واقعا خوب یه احساس شخصی دارم که اون احساس واقعا همیشه خیلی قویه در من. اما از یه طرف هم احساس مسئولیت کار مملکتی از نظر نظامی، بعضی وقتا خوب آدم روی اونها فکر میکنه. این دو احساس همیشه با همدیگه در جنگ هست. In what sense? Tell me some more about that. احساس من به علازت این است که واقعا خب من ایشان رو واقعا چه از نظر فرمانده چه از نظر شخص دوست داشتم. احساس دیگه هم از جهت اینکه یک نظامی بودم و بالاخره خب بالاخره مملکت مسئولیتش بر عهده ما نظامی ها بود، این بود که ما باید مملکت رو حفظ میکردیم. من همیشه خودم این طور قانع میکنم که اگر پادشاه مریض نبود مطمئنا اینجور نمیشد.